ده طالب در کوه دربند پنجشیر کشته شدند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان می نویسد: ده طالب در کوه دربند پنجشیر کشته شدند. گزارشنامه افغانستان به استناد اطلاع جبهه مقاومت ملی خبر می دهد که شب 8 قوس در اثر کمین یک مفرزه 7 نفری نیروهای مقاومت ملی در ناحیه دربند متصل ورودی دره پنجشیر دست کم 10 طالب کشته و شماری هم زخمی شدند. در خبر آمده است که در نتیجه مبادله آتش میان نفرات گشتی طالبان و مقاومتچی ها 1 تن از مقاومتچی ها شهید و 3 تن دیگر زخمی شدند. در ضد حمله طالبان بر گروه 7 نفری پیکر مقاومتچی شهید شده به دست طالبان افتاد. آنها بعد از تحقیقات و همکاری مزدوران محلی دریافتند که جوان شهید از روستای کورابه بوده است. نفرات طالبان بیدرنگ قریه کورابه را به محاصره درآورده و تلاشی خانه به خانه را انجام دادند. هنوز روشن نیست چه کسانی را بازداشت کرده و در حق ساکنان محل چه کردند. در همین حال روزنامه 8 صبح در یک خبرنامه می نویسد: شکایت خبرنگاران از محدودیت آزادی رسانه ها. طالبان: دسترسی به معلومات تسهیل می شود. شماری از خبرنگاران و مسئولان رسانه های محلی از محدودیت آزادی بیان و رسانه ها در ولایت ها شکایت دارند. آنان می گویند که پس از تسلط طالبان بر کشور دسترسی به اطلاعات محدود شده و بسیاری از اداره های دولتی به رسانه ها و خبرنگاران اطلاعات لازم را شریک نمی کنند. با گفته این خبرنگاران، بسیاری از اداره های دولتی مراجع اطلاع رسانی خود را مشخص نکردند تا خبرنگاران برای دریافت معلومات با آنها در ارتباط باشند. به همین دلیل دسترسی به اطلاعات بسیار محدود شده است. همین طور برخی از خبرنگاران ولایتی به روزنامه 8 صبح گفتند که در مورد از سوی مقام های محلی طالبان به دلیل نشر موضوعات انتقادی احضار شده و حتی اخطار دریافت کردند. طالبان اما از تأمین امنیت خبرنگاران اطمینان می دهند و می گویند که با معرفی سخنگویان در قماندانی های امنیه ولایات دسترسی به معلومات را تسهیل می کنند. با این حال یک خبرنگار ولایتی که نخواست از او در گزارش نام برده شود به روزنامه 8 صبح گفت در بسیاری از اداره های دولتی ظرفیت لازم برای ارائه اطلاعات درست و دقیق به خبرنگاران وجود ندارد. و که در یکی از ولایت‌های مرکزی کشور کار می‌کند، افزود خبرنگاران بیشتر در برنامه‌های تشریفاتی اداره‌های دولتی دعوت می‌شوند، اما موضوعاتی که به نفع این اداره‌ها نباشد، خبرنگاران در جریان آن قرار نمی‌گیرند. طبق معلومات این خبرنگار ولایتی، نشر موضوعات و گزارش‌های انتقادی در رسانه‌های محلی دشوار است و خبرنگارانی که خلاف میل طالبان کار می‌کنند، مورد بازپرس قرار می‌گیرند. او تصریح کرد که در 3 ماه اخیر حدود 7 بار از سوی مقام های محلی طالبان به دفتر کار آنان احضار شده است. با گفته وی، این برخورد طالبان با رسانه ها در محلات سبب شده است که خبرنگاران دست به خود سانسوری بزنند. همین طور یک خبرنگار محلی دیگر میگوید که پس از فروپاشی حکومت پیشین، آزادی رسانه ها تا حد زیادی در ولایت ها محدود شده و حتی به 0 رسیده است. وی معلومات داد که بار پس از نشر یک خبر انتقادی، شخص والی طالبان او را در دفتر کارش احضار و برایش اخطار داده است که دیگر نباید موضوعات انتقادی را نشر کند. این خبرنگار میگوید که در یک نشست عمومی با او برخورد بسیار نادرست و تحقیرآمیز صورت گرفته است. از سوی هم نظر به معلوماتی که خبرنگاران برخی ولایت‌ها با روزنامه 8 صبح در میان گذاشتند، حکومت محلی طالبان در محلات بر محتوای نشراتی رسانه ها نظارت دارند و به موضوعاتی که انتقادی باشد اجازه نشر داده نمی شود. با گفته این خبرنگاران، در برخی موارد به رسانه های محلی دستور داده می شود که یک موضوع را جبران نشر کنند. دست کم 2 خبرنگار رسانه های محلی در ولایت ها که نخواستند از آنها نام برده شود این موضوع را تایید کردند. قبلا نیز گزارش های درباره کنترل طالبان بر محتوای نشراتی رسانه ها در برخی ولایت های کشور منتشر شده بود. یک خبرنگار محلی در ولایت بامیان نیز که نمی‌خواهد نامش ذکر شود،
بر روزنامه 8 صبح میگوید در همان روزهای نخست فروپاشی حکومت پیشین آزادی بیان از بین رفت و گفته او زمانی که خبرنگاران خود را آزاد و مسئول احساس نکنند هیچگاه نمیتوانند وقایع را آنچنانی که هست پوشش بدهند. طبق معلومات این خبرنگار شهروندان نیز نمیتوانند نظریات و دیدگاه های خود را آزادانه با رسانه ها در میان بگذارند زیرا از برخورد سخت گیرانه طالبان هراس دارند. بر اساس معلومات خبرنگاران محلی آنان با خود سانسوری مواجهند و مردم نیز کمتر حاضر می شوند با خبرنگاران صحبت کنند. خبرنگاران محلی در حال از محدودیت آزادی رسانه ها و عدم دسترسی به اطلاعات لازم شکایت می کنند که حکومت سرپرست طالبان بارها از همکاری با رسانه ها صحبت کرده است. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان روز چهارشنبه 10 قوس در یک نشست خبری در کابل گفت که تلاش ها جریان دارد تا به قماندانی های 34 ولایت نیز سخنگویان گماشته شود. با گفته خوستی معرفی سخنگویان در قماندانی های امنیه ولایات دسترسی به اطلاعات را تسهیل می کند. همینطور او به خبرنگاران اطمینان داد که از مشکلات امنیتی نگرانی نداشته باشند. با این همه مسئولان انجمن ژورنالیستان آزاد کشور نیز میگویند که بر بنیاد سروی های انجام شده دسترسی خبرنگاران به منابع و معلومات دشوار شده است. رحیم الله سمندری رئیس این نهاد روز چهارشنبه 10 قوس در یک نشست در کابل از حکومت سرپرست طالبان خواست که با خبرنگاران در بخش های مختلف از جمله دسترسی آسان به اطلاعات همکاری کنند. این در حالی است که طوفان عمری سارنوال مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی مرکز عدلی زندان بکرام و خبرنگار سابق روزنامه 8 صبح در ولسوالی دیسبز ولایت کابل ترور شده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که این حادثه روز یکشنبه 17 اسد در مربوطات ولسوالی دیسبز اتفاق افتاده است و گفته رسولی طوفان عمری در زندان بکرام وظیفه اجرا میکرد و در هنگام بازگشت به کابل در ولسوالی دیسبز کابل در یک حمله تروریستی کشته شده است. طوفان عمری بیش از این به عنوان خبرنگار روزنامه 8 صبح در ولایت پکتیا و حوزه جنوب شرق کشور کار میکرد. او همچنان مسئول رادیو صدای پکتیا نیز بود. مسئولیت کشتن طوفان عمری را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته است. بیشتر زحل پشتونیار برادر طوفان عمری که او نیز مسئولیت رادیو صدای پکتیا را بر عهده داشت ترور شده بود. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.